با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز یک شنبه 25 ماه عقرب سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 16 ماه نوامبر سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. کشته شدن سه غیر نظامی در یک حمله انتحاری بر جان شکری بارکزایی نماینده مردم کابل در مجلس. سه نفر شهید هست، یک خانم مسئله پانتون کابل بوده به نام قدسیه و دو نفر مرد در جمله شهید هست و همچنان 32 نفر مجروح. درخواست ها برای اصلاحات ژرف در کمیسیون های انتخاباتی. اعتصاب پزشکان شفاخانه نور از بحر به دست نیاوردن حقوقشان. با اجدار براک اوباما به روسیه به اتهام نقض پیمانهای جهانی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. در یک حمله انتحاری بر جان شکری بارکزایی نماینده مردم کابل در مجلس غیر نظامی کشته شدند و بیشتر از 30 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند. این حمله امروز در جاده دارالامان در نزدیک لیسه حبیبیه کابل انگام رخ داد که موتر خانم بارکزایی از این محل میگذشت. رئیس جمهور غنی حمله بر جان شکری بارکزایی را به شدت نکوهش میکند و این گونه حملات را مخالف آموزه های دینی میداند. کریم امینی گزارش میدهد. یک بار دیگر جاده ها پرخون، چشم مادران پر اشک. حمله کننده انتحاری سوار بر یک موتر کرولا، موتر پر از بم را اینجا بر موتر حامل شکریه بارکزایی کوبید. یک صدای انفجار بسیار مهیبی را شنیدم. باز دیگه نفهمیدم چی شد. وضعیت خود موتر بالا پرید. دیدم اینجا شکریه بارکزایی خانم ای را از موتر کشیدن، در حالت زخمی. مویایش سوخته بود و چادرشون سوخته بود. شکریه بارکزایی ما دیدیم که برو شفاخانه و با یک دختره که دیگه هم تلف شد. با دیدن موتر شکریه بارکزایی شک برد می دارد که خودش به چه حال روزی افتاده باشد. اما اقبال بلندش این نماینده مجلس را سلامت نگه می دارد. شکریه بارکزایی اندکی در این رویداد زخم برداشته است. حمله های انتحاری که از یک دهه پیش بیشتر از غیر نظامیان قربانی گرفته است، این بار نیز بسیاری از خانواده ها را به ماتم نشاند. جسد قدسیه، دختر دانشجویی که آرزوهایش با خودش یک جا برای همیش دفن شدند و بروی جاده افتاده است. در این رویداد سه غیر نظامی به شمول این دانشجوی دختر کشته شدند و 32 تن دیگر به شمول 5 زن و کودک زخم برداشتند. سه نفر شهید است، یک خانم است مسئله پانتون کابل بوده به نام قدسیه و دو نفر مرد در جمله شهید است و همچنان 32 نفر مجروح. تنها زمین نیست که از شدت این حمله در خودش فرو رفته است. در و دیوار خانه ها و ساختمان های نزدیک به این محل نیز ویران شدند و شیشه پنجره ها فرو ریختند. پارچه های موتر انتحار کننده ده ها متر دورتر از محل انفجار به اینجا پرتاب شده است. خون مردمان بیگناه کشور که هر بار پس از ریختن به جاده ها شسته می شوند و دیگر یادی از آنان نمی شود. در یک هفته اخیر پس از حمله بر دفتر فرمانده پلیس کابل، این دومین حمله انتحاری در پایتخت است که مقام های دولتی را آماج قرار می دهد. روی دادن این گونه حمله های انتحاری حالا دیگر بخشی از زندگی روزمره مردمان کشورمان شده است. این گونه حمله ها ماه و هفته ای نیست که هم از حکومتی ها و هم از غیر نظامیان کشور قربانی نگیرد. پایان این گونه خشونت ها در کشور هم روشن نیست. هرچند مردم از این گونه حمله ها دیگر خسته شدند، اما دیده شود که حکومت تازه برای پایان خشونت ها در کشور چی کاری انجام خواهد داد و آیا این حکومت موفق خواهد شد تا کاری بکند که دیگر مردم گواهی از دست دادن جیگرگوشه هایشان در این گونه رویدادها نباشند یا خیر. کریم امینی، طلوع نیوز.
با این همه اظهارات وجود دارند که با ایجاد حکومت وحدت ملی و تعیین کابینه یک تحول بنیادی در کشور رونما خواهد شد. عبدالله عبدالله با تاکید بر این مطلب میگوید که افغانستان رابطش را با کشورهای همسایه و جهان با احترام کامل به آزادی و منافع ملی کشورها گسترش خواهد داد. در این حال آقای عبدالله آموزش و تجهیز نیروهای امنیتی به ویژه نیروهای اردوی ملی را نیازمند کمک‌های گسترده جهانی میداند. راتب نوری گزارش میدهد. چهار روز از زمان تعیین شده برای ایجاد کابینه حکومت وحدت ملی میگذرد، اما تا کنون هیچ سرنخ روشنی از چگونگی گزینش وزیران کابینه تازه در دست نیست و ارگ نشینان نیز در این باره با رسانه ها محتاطانه سخن میزنند. دکتر عبدالله عبدالله که بر روز یک شنبه در دانشگاه دفاعی مارشال محمد قسیم فهیم هنگام گشایش یک کارگاه آموزشی یک هفته‌ای به نام کارگاه آموزشی راهبردی سخنرانی می‌کرد، از آمدن تحول بنیادی در کشور پس از ایجاد کابینه حکومت وحدت ملی سخن می‌زند. با شکل گرفتن حکومت وحدت ملی و تکمیل کابینه افغانستان انشاءالله یک تحول اساسی به میان می‌آید. روابط افغانستان با منطقه، با حفظ منافع ملی افغانستان، با حفظ عزت این ملت با افتخار، با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و بدون هیچ نوع معامله در برابر عزت این کشور، روابط منطقوی ما با همسایگان ما باید انکشاف کنه. از سوی هم رئیس اجرایی کشور بسیج و آموزش نیروهای امنیتی را از نیازهای بنیادی کشور میداند و میگوید که امضای توافقنامه های امنیتی با ایالات متحده آمریکا و ناتو زمینه فراهم آوری این کمک ها را فراهم ساختند. به او کسایی که چشم برای سقوط افغانستان بودند، شما هر روز و هر لحظه ثابت می سازید که خوابی که دشمنای افغانستان دیده بودند، دشمنایی که جان مردم بیگناه را به خطر مندازن، به قتل عام مردم بیگناه دست میزنن، او خوابشان به حقیقت نپیوسته و به حقیقت نمیپیونده. عبدالله عبدالله با ستایش از کارکردهای نیروهای امنیتی در سالهای پسین میگوید که حکومت وحدت ملی به گونه کامل پشتیبان نیروهای امنیتی کشور خواهد بود. کمیسیون اصلاحات انتخاباتی پس از معرفی کابینه ایجاد خواهد شد. مشاور ریاست جمهوری در امور حقوقی ایجاد این کمیسیون را نیازمند وقت می‌داند و تاکید می‌ورزد که تأخیر در برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان خلاف قانون اساسی است و برای رئیس جمهور غنی پذیرفتنی نیست. در این حال نهادهای جامعه مدنی در نشست ملی اصلاحات انتخاباتی می‌خواهند که انتخابات شورای ملی یک سال به تأخیر بیفتد. در قوانین انتخابات و ساختارهای کمیسیون انتخاباتی اصلاحات جدی به میان آید، اما مشاور رئیس جمهور با تعویق انتخابات مخالف است. مجلس نمایندگان برای آوردن اصلاحات بنیادی انتخاباتی آستین برزده است. اعضای این مجلس میگویند که در همکاری با حکومت، نهادهای نظارت کننده از انتخابات و کمیسیونهای انتخاباتی به زودی پیشنویس تعدیل قوانین انتخاباتی و اصلاح ساختارهای کمیسیونهای انتخاباتی را آماده خواهند کرد. ما مشخصاً من حیث کمیسیون اختصاصی و کمیسیون زیربط کار خود آغاز کردیم به اساس فیصله تالار عمومی ولسی جرگه و این کار امروز از همینجا شروع شد. ما با دوستای ما با اکسین صحبتهای را داشتیم. بر بنیاد توافقنامه ایجاد حکومت وحدت ملی پس از ایجاد این حکومت به گونه بیدرنگ باید در کمیسیون‌های انتخاباتی اصلاحات به میان آید، اما حکومت تا کنون در این باره خاموش است. نمایندگان نهادهای جامعه مدنی در واکنش به این خاموشی حکومت وحدت ملی گرد هم آمدند و میخواهند که برگزاری انتخابات شورای ملی یک سال به تأخیر بیفتد. در همین حال مشاور رئیس جمهور در امور حقوقی تاکید می‌ارزد که برگزار نشدن انتخابات شورای ملی در زمان معین آن نقض قانون اساسی است. روحیه رئیس جمهور که ما میدانیم به شدت حساس هست نسبت به اینکه قانون اساسی باید رعایت شود و حاکمیت قانون را به عنوان یک اصل اگر نهادهای دولتی احترام نگذارند، قوه اجراییه، قوه مقننه و قضایه احترام نگذارند، دیگه از مردم عادی و از کسی دیگه ما هیچ انتظاری نداریم که احترام بگذارند. بنابراین احتمال موافقت با تعویق انتخابات بسیار بعید هست، هرچند ممکنه دلایل فنی و تکنیکی خود عرض کردم داشته باشد. نماینده رئیس اجرائیه در کمیته تشکیل کابینه تاکید می‌ارزد که باید اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و مردم پاسخگو باشند.
از کمیسیون ها شخصیت حکمی لازم الاحترام و غیر مسئول ساختن، بنابراین لازم است در قانون مرجع شکایت و بازپرسی از کمیسیون های انتخاباتی نیز مشخص گردد. مشاور رئیس جمهور در امور حقوقی میگوید که رئیس جمهور به زودی فرمان توزیع شناسنامه های برقی را صادر می کند که همزمان با آن توزیع شناسنامه های برقی از سوی اداره ثبت و احوال نفوذ آغاز خواهد شد. در این روند در مدت 1.5 سال روزانه برای 50,000 تن شناسنامه توزیع خواهد شد. رئیس جمهور غنی با چی دست آوردی از سفر دو روزه پاکستان به کشور برگشت؟ شمار از آگاهان در برای این سفر خوشبین هستند، اما تاکید می‌ورزند که به عمل کرده پاکستان به تعهداتش بی‌باور هستند. رئیس جمهور غنی در یک نشست با مقام‌ها و بازرگانان پاکستان هشدار داده است آنانی که خواب سرنگون شدن افغانستان را می‌بینند، این آرزو را به گور خواهند برد. رئیس جمهور غنی در این سفر با امضای یک توافقنامه 90 روز مهلت تعیین کرده است تا مقام‌های پاکستانی صداقتشان را نشان بدهند. در این باره جاوید جوهری گزارش دارد. رئیس جمهور غنی در نخستین سفر به پاکستان با هیئت بزرگ در حدود 150 چهره سیاسی و اقتصادی رهسپار این کشور شد تا صفحه تازه در سیاست‌های افغانستان با پاکستان باز کند. ظاهرا رئیس جمهور غنی با تجربه سفرهای رئیس جمهور پیشین این بار تلاش کرد به جای دیدار با مقام‌های حکومت غیر نظامی این کشور، با مقام‌ها و چهره‌های نظامی و استخباراتی پاکستان دیدار کند تا حمایت و همکاریشان را برای آوردن صلح در کشور به دست آورد. در این سفر افزون بر چهره ها و مقام های اقتصادی پاکستان، رئیس جمهور غنی با ممنون حسین رئیس جمهور، نواز شریف نخست وزیر پاکستان، سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی نخست وزیر، رئیس ارتش و رئیس استخبارات نظامی پاکستان دیدار کرد. دیدار و گفتگو با شماری از سران و رهبران احزاب سیاسی و گروه پارلمانی دوستی افغانستان پاکستان از دیگر دیدارهای رئیس جمهور غنی با سران پاکستانی بوده است. از سوی هم رئیس جمهور غنی در دیدار با چندین چهره پرنفوذ و عالم دین تلاش نمود آنان را بفهماند که افغانستان جاده منتهی به بهشت نیست. در این نشست ها رئیس جمهور غنی به آنان که خواب سرنگون شدن افغانستان را دیدند هشدار داده است که این مردان این آرزویشان را به گور خواهند برد. همه که راضی شدند که سران صلح و سران حکومت افغانستان را با طالبا بشانه و اونا را متقاعد بسازه که به میز مذاکره اجازه بدن، نه ای که متقاعد بسازن، اجازه بدن که مقامات طالبا با سران افغانی مستقیم به میز مذاکره صلح بشینن، این کلانترین چراغ سبزی است که ما در گذشته تا هنوز نداشتیم. در همین حال شمار از فعالان پاکستانی نیز این سفر رئیس جمهور غنی را به پاکستان رویکرد تازه میان دو کشور میدانند و از آن استقبال میکنند. در پاکستان او در افغانستان تر منځ چې کوم خبره ترې شي ودی نو دا په یو هدف لري، یو هدف دا دی چې دلته کې ترهګری ختم شي. حقیقت دا دی چې تاسو وګورئ نو د پاکستان په د افغان پالیسۍ کې ډیر زیات تغییر راغلی، تعلقات ډیر زیات نرم شوي دي دواړو ملکونو منځ کې او اعتماد سازی دواړو طرف نه چې دی بھرپور طریقې سره چې دی روان شوی دی. رئیس جمهور غنی در آخرین نشست مقام های پاکستانی را برای عملی شدن تعهدهای دوسویه 90 روز مهلت داد تا مقام های پاکستانی به تعهداتشان به افغانستان عمل کنند و گفته است که پس از این مهلت به بررسی عملی شدن این تعهدات خواهند پرداخت. پزشکان شفاخانه نور در کابل امروز دست از کار کشیدند و اعتصاب کاری کردند. این پزشکان که خواهان بهبود عرضه خدمات بهداشتی نیز هستند میگویند که از 4 ماه بدین سو حقوق نگرفتند. آنان جور میدن که اگر دولت به خواستایشان پاسخ ندهد به اعتصاب کاریشان ادامه خواهند داد. در این حال سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که کسر بودجه سبب شده است تا حقوق شمار از پزشکان پرداخته نشود. های کسر بودجه در وزارت صحت نمایان شدند. پزشکان شفاخانه نور در کابل به علت به دست نیاوردن حقوقشان روز یکشنبه دست از کار کشیدند و اعتصاب کردند. دو ماه ما تقریبا دو ماه شده که ما وظیفه اجرا کردیم، ما را ماش نمیده. 5 دقیقه روزی حاضری خود نباشه ما را قید میکنن، میگه برای برو پیشنهاد می مکتوب بده میدیم. در صورتی که تقاضا ها برآورده نشه ما به اعتصاب کاری خود پابند خواهیم بود و ادامه خواهیم داد. تا وقتی که بر ما جواب قناعت کننده داده نشود تا او زمان ما اعتصاب خود ادامه میدیم. پزشکان این شفاخانه که بروز یکشنبه در ساختمان شفاخانه نور گرد آمدند، هشدار میدهند تا هنگامی که با مشکلات آنان رسیدگی نشود و حقوقشان پرداخته نشود، از اعتصاب کاری دست نخواهند برداشت.
در همین حال سخنگوی وزارت صحت عامه میگوید که کسر بودجه سبب شده است تا حقوق شماری از کارمندان این وزارت دیرتر پرداخته شود. مشکل معاش را کنون مطرح کردن یک مشکل کلی هست، مختص با او شفاخانه نیست. شما میفهمین که یک کم در اجرای معاشات تأخیر آمده و ما در تماس هستیم با وزارت محترم مالیه و امیدوار هستیم که این مشکل به زودی حل شود. اعتصاب کنندگان با مشکلات اقتصادیشان اشاره می کنند و از رئیس جمهور غنی می خواهند تا به این مشکل آنان توجه جدی نماید. ادامه خبر هاست. طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هشدار می‌دهد که اگر روسیه به نقض قوانین و پیمان‌های جهانی ادامه دهد، منزوی شدنش ادامه خواهد یافت. باراک اوباما که امروز در استرالیا سخن می‌گفت، از روسیه می‌خواهد تا از مداخله در اوکراین دست بردارد. در این حال رئیس جمهور روسیه که امروز نشست گروه 20 را پیش از پایان آن ترک کرد، تحریم‌های قدرت‌های غربی را بر روسیه به زیان هر دو طرف می‌داند. در فرجامین روز نشست 20 کشور بزرگ صنعتی جهان، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روسیه را از بهر مداخله در اوکراین هشدار می‌دهد. باراک اوباما می‌گوید که ادامه مداخله نظامی روسیه در شرق اوکراین به انزوای بیشتر این کشور خواهد انجامید. در این مرحله تحریم های وضع شده به گونه زیاد زننده هستند. ما یک جا در جستجوی یک سازوکار هستیم تا به افزایش فشارها بیانجامد. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از قدرت های غربی انتقاد می کند و تحریم ها را به زیان هر دو طرف می داند. تحریم ها بر هر دو طرف آسیب می رسانند، یعنی نه به سود وضع کنندگان و نه هم به سود تحریم شوندگان هستند. به دنبال انتقادها و هشدارهای قدرت‌های غربی، رئیس جمهور روسیه بر روز یک شنبه پیش از پایان نشست گروه 20 شهر برزبین را ترک کرد و راهی مسکو شد. هرچند روسیه دامن زدن خشونت‌ها و مداخلت در اوکراین را نمی‌پذیرد، اما قدرت‌های غربی از مداخله روسیه در اوکراین خشمگین شدند، زیرا خشونت‌ها و درگیری‌ها میان نیروهای امنیتی و جدایی طلبان هوادار روسیه در شرق اوکراین تا کنون جان بیش از 4000 تن را گرفتند. و اکنون نگاه زودگذری داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. رئیس ارتش پاکستان امروز در یک سفر رسمی 7 روزه به ایالات متحده آمریکا رسید. قرار است جنرال راحیل شریف با مقام‌های بلندپایه آمریکایی از جمله جنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده آمریکا، درباره گسترش روابط دوجانبه و اوضاع افغانستان در آستانه تکمیل روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان گفتگو کند. گروه دولت اسلامی یک گروگان دیگر آمریکایی را سر برید. یک نوار تصویری پخش شده نشان می‌دهد که گروه دولت اسلامی پیتر کوسیگ یک کارمند مددرسان آمریکایی را سر می‌برد. وی سال گذشته در سوریه ناپدید شد و پس از گرویدن به اسلام نامش از پیتر کوسیگ به عبدالرحمن کوسیگ مبدل شد. و نخستین جشنواره جهانی چین و استرالیا در شهر برزبن استرالیا آغاز شد. در این جشنواره 6 روزه 10 فیلم چینی و استرالیایی به نمایش گذاشته می شوند. چهره های پرآوازه سینماهای چین و استرالیا برای گشایش این جشنواره فراخوانده شده بودند. هدف از این جشنواره گسترش روابط هنری و فرهنگی میان این دو کشور گفته شده است. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. نمایندگان بخش خصوصی افغانستان در سفر با رئیس جمهور به پاکستان بجز از خوشبینی درباره آینده تجارت و ترانزیت میان دو کشور دستاورد مشخصه نداشتند. مسئولان اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان میگویند که توافقهای انجام شده میان نمایندگان دو کشور در کوتاه مدت هیچ چیز را تغییر نمیدهند، اما امید میرود که در دراز مدت این توافقات به نفع بازرگانی میان دو کشور تمام شوند.
بیش از 50 بازرگان افغان از داخل افغانستان، امارات متحده عربی و پاکستان به همراه رئیس جمهور افغانستان درباره مشکلات و فرصت‌های بازرگانی و ترانزیتی و نیز ایجاد سهولت‌ها برای بازرگانان دو کشور با مقام‌های پاکستانی گفتگو کردند. خوشبین هستیم به خاطر دستاوردهایی که بعداً قرار است از طرف دولت افغانستان رسما اعلام شود در بخش‌های مختلف، اما بخش تجارتی ما روابط بین سکتور خصوصی افغانستان و پاکستان فوق‌العاده خوب است با ایجاد امی اتاق مشترکی که ما ایجاد کردیم. در همین حال شماری از بازرگانان و مسئولان انجمن صنایع افغانستان میگویند که افزایش میزان تجارت میان دو کشور به سود افغانستان نیست و در عوض آن باید روی ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه گذاری با پاکستان گفتگو میشد. اموال جدیدی که افغانستان نیازمند از آنها هست دهی راستا اگر افزایش پیدا بکنه که به نفع افغانستان باشه خوب است، در غیر آن صورت اگر قرار بر این باشد که صرف در صادرات پاکستان به افغانستان به دو برابر شود زیاد به نفع افغانستان نیست. هرچند در سفر رئیس جمهور به پاکستان روی برخی از موارد مشخص مانند طی مراحل سری گمرکی، اموال بازرگانی دو کشور و ایجاد سهولت‌ها برای بازرگانان افغان و پاکستانی به ویژه در زمینه دادن ویزا توافق‌های صورت گرفتند، اما بازرگانان افغان با توجه به پابند بودن پاکستان بر تعهداتش با وجود سفرهای زیاد رئیس جمهور پیشین افغانستان با آن کشور به عملی شدن این تعهدات از سوی پاکستان زیاد خوشبین نیستند. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 58 افغانی و 10 پول، یک یورو 72 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 70 پول، 1000 روپیه هندی 960 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 80 پول و 1000 روپیه پاکستانی 568 افغانی. سلام، و این هم چند خبر ورزشی. تیم ملی کرکت افغانستان پس از شکست دادن پاکستان در اسلام آباد امروز به کشور برگشت. ملی پوشان کرکت کشور دیروز در یک دیدار دوستانه کرکت و در حضور رئیس جمهور غنی و نواز شریف نخست وزیر پاکستان تیم میزبان را شکست دادند و جام برتری را با خودشان به کابل آوردند. از سوی دیگر تیم ملی کرکت 19 سالگان کشور فاتحه رقابت‌های لیگ برتر آسیا شد و جواز حضور به جام جهانی 2016 را نیز به دست آورد. تیم‌های کرکت الف افغانستان و پاکستان تا کنون 5 بار روی در روی هم ایستادند که در این دیدارها افغانستان 2 پیروزی و 3 شکست در کارنامه دارد. اما برتری اخیر افغانستان با اختلاف 55 دوش در برابر پاکستان در طول این دیدارهای برگزار شده بی پیشینه بوده است. مونگا دومره غټ لوبډلې ته پاکستان لوبډلې ته مونږه ماته ورکړه. ما یک پیام بسیار خوبی داشتیم ورزشکارای ما که او پیام صلح بود که در این منطقه باید صلح بیاید. بر بنیاد گفته های بورد کرکت کشور این دیدار دوستانه آغاز همکاری های پاکستان در بخش کرکت با افغانستان است. از سوی دیگر تیم ملی کرکت 19 سالگان افغانستان فاتح رقابت های لیگ برتر آسیا شد و جواز حضور با جام جهانی 2016 را نیز به دست آورد. تیم ملی کرکت 19 سالگان کشور با 5 پیروزی پی در پی و بدون شکست در پهلوی قهرمانی لیگ برتر آسیا رای جام جهانی 19 سالگان سال 2016 میلادی نیز شد. تیم ملی بسکتبال ساحلی افغانستان در ادامه بازی‌های ساحلی آسیا که در تایلند جریان دارد امروز با 2 شکست روبرو شد. در دیدار اول 15 بر 8 در برابر عمان تن به شکست داد و در دیدار دیگر 13 بر 10 مغلوب بنگلادش شد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه های دیدنی طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. شبتان بخیر. خدا نگهدار.